بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با نامی نامین دیگر از نام‌آوران سرزمین فارس در خدمت شما بزرگواران هستیم، هنوز هم در شهر زیبای نیشابور. شهر زیبای نیشابور که بهش میگفتند دمشق کوچک، همونطور که ابن بطوطه در تاریخش ذکر کرده، و شهری که شاید در دنیا کمتر شهری رو ما پیدا کنیم که از باب علم و دانش به پای نیشابور برسه. شهر دانشمندان بزرگ در زمینه‌های مختلف، ما نام‌های نامینی رو در آسمان نیشابور می‌بینیم. اگر حرف از علم حدیث و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برود، نیشابور در اول است. مسلم، امام مسلم ابن حجاج صاحب صحیح مسلم و ابو عبدالله حاکم صاحب مستدرک و ابن راهوه نامه‌های بسیار برجسته‌ای هستند در کنار نامه‌های دیگر. در قرآن شناسی نام ابن خزیمه نیشابوری و امام ثعلبی و ابوبکر عتیق و ابن منذر و همراهانشان باز در آسمان نیشابور درخشش خاص خودش رو داره. در فلسفه بگیم ابوالحسن عامری و ابو رشید و عبدالکریم قشیری نامهای نامینی از این علمای این شهرند. در شعر عربی ابوالفضل میکائیلی و ابوالحسن باخرزی و غیره، و در زبان شناسی عربی واحدی و ثعالبی که نامهای بسیار برجسته ای هستند در میدان زبان شناسی. و در تصوف و عرفان هم بریم احمد حرب و فاطمه نیشابوری و حمدون قصار و ابو عبدالرحمن سلمی و حاجی بکتاش و غیره و غیره، نامه هایی هستند از علما و اندیشمندان این شهر بزرگ و نامدار. از جمله نامه هایی که در این آسمان شهر نیشابور می درخشه، امامی است بزرگوار. زیباست که ما وقتی اسم ایشون رو میدونیم با افتخار شناسنامه خودمون رو تنها از اسم این بزرگوار میتونیم بشناسیم، بدونیم که اصل و نسب ما کیست و مایه افتخار ما چه دورانی از تاریخ طلایی ما بود. از امام ابوبکر محمد خزیمه، امام ابوبکر محمد ابن خزیمه نامیست نامین از علمای نیشابور، شخصیت قابل فخر و اعتزاز و زیباست در علما و اندیشمندان بزرگ قدیم خودمون، همونطور که در خاندان اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به خصوص در میان فرزندان حضرت علی و حضرت امام حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین و دیگران، ما نامهایی چون ابوبکر و عمرها و عثمانها داریم که در تاریخ ما اینها از بس که در قلبهای مؤمنان جا پیدا کردند و محبت مؤمنان رو کسب کردند، این نامه ها رو در هر خانواده و در هر برهه‌ای از تاریخمون اینها رو داریم و در میان نام‌های نام‌آوران سرزمین فارس، ابوبکرها و عمرها و عثمانها و علیها و حسنها و حسینها و و و بسیار زیادند. ابوبکر محمد ابن خزیمه نیشابوری زاده قرن سوم هجری، سال 223 هجری و در سال 311 دوم ذوالقعده هم چشم از جهان فرو بستند. ایشان یکی از این نامهای بزرگی هستند که در سرزمین نیشابور می درخشند و صاحب کتابها و نوشته های بسیار زیادی که شاخصترین اونها صحیح ابن خزیمه هست که در اینجا با اون آشنا می شیم.
این بزرگ مردان رو ما غالبا از اون لقب ها و مدارک علمی که بینها داشته شد بینها به اصطلاح می گفتند یا علما به اینها می دادند می شناسیم. امروز رتبه های علمی ما نام های دیگری داره که فلانی لیسانس هست، فلانی نمیدونم فوق لیسانس خونده، مرحله نمیدونم دراسات اولیا هست، نمیدونم تخصص فلان هست، دکترا هست و غیره و غیره. اون زمان افراد رو با لقبهای علمی که شاخصه اونها بود معرفی میکردن. در مورد امام ابن خزیمه میگند که محمد ابن اسحاق ابن خزیمه که ایشون الحافظ، الحجه، الفقیه، ایشون حافظن، حجتن، فقیهن و به ایشون میگفتن شیخ الاسلام و امام الائمه، امام امامان و شیخ الاسلام از جمله لقبهای علمی بود که به ایشون میدادن. در سال 223 حضرت ابوبکر محمد ابن خزیمه نیشابوری متولد شدند. در همون کودکی عشق و شغف خاصی داشتند به آموزش و هوش و ذکاوتشون اون رو تشویق میکرد که در پی علما و اندیشمندان باشند. ایشون شنیده بودند از عالمی برجسته در مرو به نام قتیبه ابن سعید و تمنا داشتند. قتیبه ابن سعید از علمای بغلان هست که با نیشابور فاصله چندانی ندارد. بغلان هم از سرزمین‌های از شهرهای خراسان بزرگ اون زمان که امروز در سرزمین افغانستان هست. نامی است بسیار برجسته، قتیبه ابن سعید، عالمی است پرهیزگار، دانشمند و نامدار که به ایشون میگفتند شیخ الاسلام المحدث. و از ویژگی های این شیخ الاسلام المحدث قتیبه ابن سعید این بود که ایشون هر وقت از شهری به شهر دیگه منتقل می شدن و در اونجا تدریس می کردن و شاگردان بسیار زیادی دارند و علمای نامدار حدیث امثال امام بخاری و امام ابو داوود و امام مسلم و امام نسائی و امام ترمیزی و غیره از ایشون احادیثی رو روایت کردن. و ابن خزیمه هم تمنا داشت، از همون کودکی تمنا داشت که در محضر این استاد برجسته حاضر بشه و از پدرشون اجازه گرفتند. پدر که این شوق و شغف پسر رو ملاحظه کرد گفت که بهت اجازه نخواهم داد مگر این که حفظ قرآنت رو کامل کنی. و ابن خزیمه هم تشویق شد و با تلاش و حفظ بسیار با زحمت‌های بسیار در همون سنین کوچیکی و خردسالی قرآن رو حفظ کرد. وقتی حفظ قرآنش تموم شد پدرشون بهش گفتن که باشه، الان باید این قرآنی که حفظ کردی رو در نماز بخونی، رمضان نزدیک است، در رمضان بخون، حفظت پخته بشه، بعد از اون توکل علی الله میتونی بری بغلان. ایشون هم در نماز امامت دادن، در همون خردسالی با قرآنی که حفظ کردن قرآن کامل رو امامت دادن. بعد از این رفتن به مرو تا اونجا به اصطلاح امام قتیبه ابن سعید رو ببینن، در اونجا محمد ابن هشام رو دیدن، در محضر محمد ابن هشام ایشون به اصطلاح کسب علم کردن. در غالبا همون ایام هم قتیبه ابن سعید وفات کردند و یعنی در حدود سال 240 و یعنی اینی که میتونیم بگیم که ابوبکر ابن خزیمه در 17 سالگی سفرهایش رو برای کسب علم و دانش آغاز کرد. سفر در مفهوم گذشته و مفهوم امروزی ما هم بسیار بسیار مهم هست برای دانش آموزان و دانش پژوهان، گرچه که فضای دانش در همه جا فراهم شده است و رسانه ها و امکانات اینترنتی نوین
مراکز علمی رو به خانه انسان‌ها آورده، با این وجود سفر طعم خاص خودش رو داره و در مدرسه سفر یک دانش آموز و دانشجو فراوان چیزهایی رو خواهد آموخت. و استاد ابوبکر ابن خزیمه، این امام بزرگوار و برجسته، هم سفرهای بسیار زیادی داشتند، از جمله خب در نیشابور که شهر خودشون بودند، در اونجا در محضر اسحاق ابن راهوه و غیره کسب علم کردند، به مرو رفتند، در محضر علی ابن محمد بودند، در ری محمد ابن مهران رو داشتند و در شام موسی ابن سهل رملی رو و در جزیره عرب عبدالجبار ابن العلا رو و در مصر یونس ابن عبدالعلا رو و واسط محمد ابن حرب رو، در بغداد محمد ابن اسحاق ساقانی و در بصره در محضر نصر ابن علی ازدی و در کوفه در محضر اباکریب محمد ابن علاء الحمدانی بودند. یعنی اینی که ایشون سفرهای بسیاری داشتند، از نیشابور به مرو، به ری، به شام، به جزیره، به مصر، به واسط، به بغداد، به بصره، به کوفه، این همه سفرها گنجینه علمی بسیار بزرگ رو برای ایشون مهیا کرد تا بدان جا از ترقی علم و اعتماد دیگران رسید که استادهای ایشون امثال امام بخاری و مسلم از ایشون احادیثی رو روایت کردن و همچنین محمد ابن عبدالله ابن الحکم و ابو علی نیشابوری و یحیی ابن محمد ابن ساعد و غیره که از اسادید ایشون به شمار میرن، از ایشون احادیثی رو روایت کردن. ایشون اهتمام شایانی به حدیث و فقه داشتن و میفرمودن که ما کتبت سوادن فی بیاض الا و انا اعرفه، من هیچ چیزی رو ننوشتم مگر اینی که من اونو میدونم. حافظه بسیار قوی داشتند و از اعلم الناس در فقه امام شافعی دانسته میشن. ایشون مصنفات بسیار زیادی داشتند، کتابهایی بیش از 140 کتاب رو تألیف کردند که متاسفانه بیشتر نوشته ها و تألیفات امام ابن خزیمه به ما نرسیده و این یک علامت استفهام بزرگی رو در تاریخ ما میگذاره که ما مراحل سخت تاریخی رو پشت سر گذاشتیم، چه در مرحله اومدن مغول ها و وحشیگری مغول و چه در مرحله وحشیگری صفویت و جنگ‌های مذهبی و کشتار مسلمان‌ها به نام اهل بیت و تشیع. از جمله کتاب‌های یا مهمترین کتاب ایشون به حمد الله حفظ شده و موندگار مانده، کتاب صحیح ابن خزیمه هست که اسمش هست مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار. إن اسم طولاني اسم همون مسند يا صحيح ابن خزيمة هست که از کتب صحاح شمرده میشه و همچنین ایشون کتابی دیگر دارند به نام کتاب التوحید که در شرح عقیده توحید و عقیده اهل سنت و جماعت یا عقیده مسلمون هاست و همچنین کتابی دارند در مکانت دعا، شأن الدعا و تفسیر الادعی المأثور عن رسول الله، که این کتاب در مکتبه کتابخانه ظاهریه دمشق بود که خدا رحم کنه که چه بلایی بعد از این حوادث اخیری که جنگ های مذهبی که ایران، ولایت فقیه و روسیه در سرزمین سوریه به راه انداختن، چه کتاب هایی و چه مخطوطاتی دست نوشته هایی رو ما از دست دادیم. این تصویری است گویا
از اون ظلم و ستمی که صفویان در آن برهه از زمان هم انجام دادن و افراد زیادی رو و کتابها و علمای زیادی رو سر به نیست کردن. و ابن خزیمه انسان بسیار جریعی بود، در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ گونه اشتباهی رو برداشت نمی کرد، هر کس اگر اشتباهی می کرد فوراً ایشون تصحیح می کرد. آوردند که امیر اسماعیل ابن احمد یک وقتی روایتی کرد که ایشون در محضر در اون جلسه حضور داشتند، در اثنای روایت یا سندشون امیر اشتباهی کردن، فوراً امام ابن خزیمه گفتند که این روایت شما اشتباه است و واقعیت امر چنین و چنان است. افرادی که در اونجا بودن، برخی از علما ترسیدند، بعد از اون گفتند که بابا این 20 ساله که این روایت رو اینجور اشتباه میخونه و ما جرأت نکردیم بهش بگیم تو چه جرأتی داری؟ گفت که این شایسته من نیست، در شأن من نیست که من ببینم کسی اشتباهی میکنه در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و من سکوت کنم. ابن خزیمه از خاندان ثروتمندی بود و کرم و سخاوت ایشون زبانزد خاص و عام بود. از جمله کارهای بسیار زیبایی که ایشون میکرد، هر چند گاهی فقیران و ناداران و ثروتمندان و دارایان شهر رو در یک مهمانی بزرگ در یکی از باغهاش دعوت میکرد تا نوعی انس و همگامی و هماهنگی و همزیستی در بین فقیران و ناداران و مستمندان و ثروتمندان و پولدارا برقرار کنه. همون دعوت دین مبین اسلام که حتی در عروسی ها پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ما رو تشویق میکنند که فقیران رو هم دعوت کنید و خیلی بده و اون ولیمه ای که در اون فقط ثروتمندا و خیشا و برجسته های خودمون رو دعوت کنیم و فقیران رو دعوت نکنیم. از جمله علمایی که در حق ابن خزیمه و در وصف ایشون و معرفی ایشون برای ما جملاتی دارند، امام ابن حبان هست که می فرمایند من در روی زمین کسی رو در علم سنن و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، زیادات اسانید و حفظ و متون و اینها، مثل محمد ابن اسحاق ابن خزیمه ندیدم. و می گفتند که احد و ائمه دنیا علما و فقها، یکی از امامان دنیا در فقه و در علم هست. امام ابن کثیر صاحب تفسیر و صاحب کتاب تاریخ می فرمایند در وصف ابن خزیمه هو من المجتهدین فی دین الاسلام، در دین اسلام از جمله مجتهدان ابن خزیمه هست. امام نووی صاحب شرح مسلم و امام ذهبی در وصف ایشون می‌فرمایند الحافظ الحجه، ایشون حجتن در حفظ نمونه ندارند و می‌فرمودند که الحافظ الكبير انتهت الیه الامامه والحفظ في عصره بخراسان، در خراسان در اون زمان مثل ایشون در حفظ و به اصطلاح کسی رو نمیشه سراغ داشت. و امام ابن حاتم از ایشون پرسیدن که رأی شما در مورد ابن خزیمه چیه؟ تعجب کرد از این سؤال این سائل و گفت وی حکم شما رو چی شده؟ هو یسأل عنا ولا نسأل عن، شما برید پیش ابن خزیمه و در مورد من از اون بپرسید که بگه آدم درستیه یا نادرستیه، عالمی هست یا نیست، این حق دارید، اما بیایید پیش من و از امام ابن خزیمه بپرسید، این دیگه در شأن نیست. هو امام یقتدا به، اون امامی است که اسوه است که ما به اون اقتدا میکنیم. و همچنین در مورد ایشون ائمه بسیاری حرفهایی رو دارند و وصفهایی رو دارند و در نهایت هم در شب شنبه در ذوالقعده 311 در سن 89 سالگی امام ابن خزیمه چشم از این جهان فرو بستند. مهمترین کتابی که برای ما بیادگار مونده از این نام نامین کتاب صحیح ابن خزیمه هست که از جمله کتابهای حدیث نبوی شریف هست و در نزد مسلمان ها از جایگاه خاصی برخوردار هست
و کتاب های صحیح که به صورت در نزد مسلمان ها قابل اعتماد کامل هست، کتاب صحیح بخاری است و کتاب صحیح مسلم و کتاب صحیح ابن حبان و کتاب المستدرک علی الصحیحین از امام نیشابوری الحاکم و کتاب های هفتگانه دیگری که هست یا نهگانه دیگری که هست، اونها همه از جمله کتاب های حدیث عمده شمرده میشن، گرچه که در رتبه صحت تفاوت هایی بین این کتاب هاست و مکانت علمی و جایگاه این کتاب ها رو علمای برجسته به اصطلاح مشخص کردن و کتاب ابن خزیمه از صحیح ترین کتاب های هفتگانه حدیثی است بعد از صحیح بخاری و صحیح امام مسلم و کتاب های صحیح به اصطلاح جایگاه خاصی رو در نزد اهل علم و طلبه علم و اهل عرفان و دارن که کتاب صحیح ابن خزیمه از برجسته ترین این کتاب هاست. امام ابن خزیمه یادگاری است از تاریخ پرفروغ و تاریخ پر افتخار سرزمین فارس و شهر خراسان و شهر نیشابور و خراسان. این نام نامین ابوبکر محمد ابن اسحاق ابن خزیمه ما رو بیاد اون زمانهای طلایی و اون تاریخ برجسته ملت و کشور خودمون میندازه و وقتی که ما میاییم و تاریخ خودمون رو بررسی کنیم، بیاییم نامه‌های خودمون رو ببینیم که آقا من اسمم کیه، آقا اسمم فلانی، فرزند فلانی، فرزند فلانی، فرزند فلانی، میرسیم که ما یکی از اجداد ما حتما یکی از علما، یکی از نامه‌هایی که همشون ابوبکر و عمر و عثمان و عمرو نمیدونم همه یه اسماء صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست و امروز ما تو سرمون میزنیم و میاییم میشینیم جلوی یه دلغکی که بهش میگن روزخون و میاییم دشنام میدیم به کی؟ به اون صحابه‌ای که این دین رو آوردن و پدران ما این دین رو با عقل و درایتی که داشتن به آغوش گرفتند و ما امروز به فضل زحمات اون بزرگواران در دایره اسلام هستیم. پس نیاز هست که ما برگردیم به خودمون، شناسنامه خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم و تاریخ خودمون رو ورق بزنیم و به علما و اندیشمندان سرزمین خودمون افتخار کنیم.